شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه مبارکه و پیام نور زرین شهر اصفهان روز 5 خرداد در اعتراض به بسته شدن اکثر سایت‌های اینترنتی در مقابل ساختمان مخابرات این شهر تجمع کردند. مزدوران امنیتی رژیم در دانشگاه قزوین اینترنت این دانشگاه را در وحشت از تبادل اطلاعات توسط دانشجویان در آستانه نمایش انتخابات رژیم قطع کردند. نوشتن شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر علی یدست و مرگ بر خامنه‌ای توسط جوانان در بندرعباس مزدوران رژیم را وحشت زده کرده است. کمبود آرد و نان در اردبیل و خوزستان منجر به اعتراض ساکنان برخی شهرهای این دو استان شده است. جمعی از کارگران سنندج طی بیانیه‌ای در روز 4 خرداد ضمن محکوم نمودن تعقیب و تهدید و بازداشت کارگران از جمله نوشتند از تمامی نهادهای اجتماعی و حقوق بشری داخلی و خارجی خواستاریم که به هر طریق ممکن برای لغو احکام صادر علیه کارگران تلاش نمایند. اهالی خیابان شاهین جنوبی در منطقه 12 تهران روز 4 خرداد در اعتراض به قطع درختان زمین‌های این منطقه در برابر شهرداری منطقه تجمع اعتراضی برپا کردند. جمع زیادی از مصدومان و معلولان دوران جنگ ضد میهنی روز 4 خرداد در مقابل اداره بنیاد موسوم به جانبازان تجمع اعتراضی برپا کردند. جمعی از نیروهای شرکتی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران روز 5 خرداد در مقابل شهرداری و دفتر شهردار تجمع کردند. در آستانه نمایش انتخابات رژیم آخوندی طی روزهای اخیر گروه‌های مختلف کارگران روزانه در برابر استانداری شهر کرد تجمع اعتراضی برپا می‌کنند و خواهان رسیدگی به وضع حقوق و کارشان هستند. روز 5 خرداد یکی از خبرنگاران تلویزیون رژیم که به منظور دجالگری حول انتخابات رژیم به میدان انقلاب تهران رفته بودند با واکنش‌های منفی مردم مواجه شدند. یکی از مسئولین جنایتکار زندان گوهردشت که به عباس خالدار معروف است، عامل وارد کردن مواد مخدر به زندان گوهردشت است. علاوه بر مواد مخدر، این فرد گاز فندق را خودش وارد زندان می‌کند. هر کپسول گاز فندق به قیمت 2,000,000 تومان در زندان به فروش می‌رسد. یکی از زندانیان خبر داد تاکنون وارد کردن حدود 1,000 گوشی تلفن موبایل توسط عباس خالدار اعتراف شده است و هر گوشی موبایل را به 3,000,000 به فروش می رساند. این در حالی است که چنانچه از هر زندانی موبایل کش شود 3 ماه به انفرادی فرستادی می شود و ممنوع ملاقات می شود. در زندان گوهردشت توسط ماموران و زندانبانان هر گرم مواد مخدر 60,000 تومان به فروش می رسد. دشقیمان زندان گوهردشت از بابت فروش مواد مخدر و گوشی موبایل قاچاق و گاز فندق تاکنون 100,000,000 تومان چپاول کردند. زندانی سیاسی ارژنگ داوودی از زندان بندرعباس طی مقاله‌ای درباره رژیم ولایت فقیه می‌نویسد با پیروزی انقلاب 57 و سقوط سلسله پهلوی چرخه درازمدت استبداد و تلفیق زورکی آن با روش‌های شبه مدرنیستی با آرمان‌های ناسیونالیستی از تاریخ ایران زمین رخ بربست. سرگردنداران انقلابی نمای حاکم قاصبانه به ارکان قدرت چنگ دائم انداختند و برای کسب منافع شخصی و تحصیل امتیازات دنیوی به ورطه چپاول افتادند. در این راه حتی از کشتار دست جمعی جوانترین مبارزان انقلابی میهن نیز دریغ نورزیدند. هم میهنان، آغاز و انجام دستگاه‌های استبداد به دفعات در تاریخ سیاسی بشر ثبت و ضبط گردیده است. نظام استبدادی نه به خودی خود فرو می‌پاشد و نه هرگز میپذیرد که داوطلبانه از اریکه قدرت پایین بیاید، بلکه صلابت مبارزان آزادی خواه و صراحت اهداف دموکراتیک انقلابیون است که نهایتاً آنها را در هم میشکند و به زبالدان تاریخ پرتاب میکند.